25 دی ماه 1397 اعتصاب سراسری کامیونداران برای پنجمین روز و ادامه تجمع کشاورزان خراسان، تجمع اعتراضی کارگران فولاد و خانواده‌های آنان در مقابل استانداری و دادگستری رژیم در اهواز. خبرگزاری فرانسه: مشکلات اقتصادی رژیم ایران فراتر از تحریم‌ها هستند. امروز 5 دی ماه 1397 جاده بسیار خلوت، جاده قزل‌حصار، جاده‌ای که پر از کامیون بوده، همیشه اینجا فعالیت زیاد بوده. ساعت نزدیک 10:30، هیچ خبری نیست. جاده خیلی خلوته. رانندگان کامیون روز چهارشنبه پنجمین روز اعتصاب خود را شروع کردند. طی 5 روز گذشته این اعتصاب در 37 شهر در 23 استان از 31 استان کشور گسترش پیدا کرده است. با سلام خدمت همه رانندگان و همکاران عزیز، ما جمعی از راننده ها و کامیونداران شهرستان کاشان از این اعتصاب حمایت خواهیم کرد. کشاورزان خراسان روز چهارشنبه برای گرفتن حقابیشان اعتراض کردند و روبروی میدان مرکزی تروار اصفهان تجمع کردند. یکی از کشاورزان معترض خطاب به آخوند حکومتی که در محل تجمع حضور یافته بود گفت: زندگی تاجر و حکومت اسلامی، کوه اسلام، حکومت حضرت علی هم همینجور بود، حکومت حضرت علی حق و ناس بود. چرا چی میکنن به ما؟ چرا دوله ما میکنن؟ مریم رجوی در ارتباط با جان باختن دانشجویان در جریان واژگونی اتوبوس آنان گفت: جان باختن دانشجویان در حادثه اتوبوس قلبم را به درد آورد. تسلیت‌های صمیمانه به خاطر جان باختگان، دعاهای خالصانه برای بهبودی سریع مصدومان و ننگ بر رژیم فاسدی که با چپاول و هزینه‌های نجومی سرکوب و غارت باعث شده کشور ما بیشترین قربانی را در این گونه حوادث داشته باشد. جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در تهران روز چهارشنبه برای یادبود و بزرگداشت دانشجویانی که روز گذشته به دلیل تصادف اتوبوس جان خود را از دست دادند، در محوطه این دانشگاه تجمع کردند و به یاد آنها شمع روشن کردند. جمعی از کارگران و خانواده‌های کارگران زندانی فولاد اهواز روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی در اعتراض به بازداشت عزیزانشان در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. همزمان جمعی از کارگران فولاد و خانواده‌های کارگران زندانی در مقابل دادگستری رژیم در اهواز تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان در بند خود شدند. کارگران فولاد اهواز طی اطلاعیه‌ای خواستار آزادی همکاران در بند خود شدند. در قسمتی از این اطلاعیه آمده است: ما 38 روز فریاد زدیم. همه مردم ایران و جهانیان صدای حق‌خواهی ما را شنیدند و با ما همدردی کردند. اما مسئولین مملکتی و استاندار بی‌لیاقت دست آخر 43 تن از یاران ما را به زنجیر کشید. اما بدانید چنانچه صبر ما از نامردی نامردمانی چون شمایان لبریز شود، به زودی بار دیگر قرش کنان خیابان‌های اهواز را در هم خواهیم نوردید و از گذاشتن سر در راه عهد و پیمان با یاران دربندمان دریغ نخواهیم کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد رژیم ایران با چالش‌های اقتصادی حادی مواجه است. همه مشکلات ناشی از تحریم‌های آمریکا نبودند. ریال به دنبال خروج دونالد ترامپ از برجام 2015 نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. این وضعیت قیمت‌ها را بالا برده و عمده سرمایه‌گذاری خارجی که حسن روحانی توقع داشت جذب شوند را بلوکه کرده است و صندوق بین‌المللی پول حالا پیش بینی می‌کند اقتصاد ایران تا سال آینده 3.6% تحلیل رفته و افت می‌کند.